فرود موشک های سپاه وسط صفره های مردم ایران صدای مردم از جنگ طلبی جمهوری اسلامی درآمده آمده آقای خامنه این موشک هایی که زدی همش خورد سر صفره ما ایرانی لعنت بر تو آقای خامنه لعنت به اون سپاه و تمام وسیجیاتون موشک میخوره اون ورس دنیا انگار خورده وسط سفره ما دولار اینطوری میره بالا هر روز ما فقیرتر میشیم هر روز مشکلات بیشتر میشه سفرهای بیحاصل عراقچی به کشورهای منطقه این کشورها نمیتونن جلوی حمله اسرائیل رو به جمهوری اسلامی بگیرن تهدید جمهوری اسلامی علیه این کشورها هم کار و بدتر میکنه اونا رو از ایران دورتر و به آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میکنه منطقه در یک وضعیت هشدار به سر میبره ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم از جنگ نمیترسیم ولی خواهان جنگ،, خواهان جنگ نیستیم شرایط جدید اسرائیل برای آتش بس در لبنان اسرائیل با تکیه بر دست بالاش در معادلات نظامی امتیازات بیشتری میخواد آمریکا هم دنبال اینه که با استفاده از این موقعیت یه رئیس جمهور جدید در لبنان تعیین بشه رئیس جمهوری که آدم حزب الله نباشه پایبندی به قدنامه 1701 کافی نیست در کنار اون باید اطمینان حاصل کرد که این کار به صورت صادقان شفاف و دقیق صورت میگیره تا همه بدونن به چه سمتی پیش میرن و کارشناس های اقتصادی میگن خاموشی های سراسری برق در کوبا وضعیت آینده ایرانه شمار کمی از مردم که بیشترشون هم مست و رفتارهای زشتی داشتن سعی میکردن بی نظمی ایجاد کنند و قانون شکنی کنند. و آرامش مردم ما رو به هم بزنن انقلاب هرگز این نوع رفتارها رو تحمل نمیکنه. با این دست از آدم ها با قوانین انقلابی برخورد میشن. سلام من مراد ویسی هستم فرود موشکای سپاه پاسداران وسط صفره های مردم ایران جنگ جمهوری اسلامی این روزا اوضاع خراب اقتصاد ایران رو خرابتر کرده هنوز حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نشده فنر همه قیمت ها از جا در رفته و دلار و سکه که جلودار همه قیمتان و نسبت به درگیری و جنگ حساس ترن قیمتشون روز به روز در حال بار رفتنه در حالی که همه در ایران و خاور میانه منتظر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامیان و دربارش صحبت میکنن دلار و سکه منتظر نموندن دلار به 65 زار تومن داره میرسه و سکه هم 56 میلیون تومن همه متوجه شدند که روزای بدتری برای اقتصاد ایران در پیشه لازم هم نیست که کارشناسا بگن مردم خودشون دارن تأثیر این شرایط جنگی رو در زندگی روزمرهشون و بر سر صفره هاشون میبینن آقای خامنه این موشکایی که زدی همش خورد سر صفره ما ایرانی لعنت بر تو آقای خامنه ای لعنت به اون سپاه و تمام بسیجیاتون موشک میخوره اون ورس دنیا انگار خورده وسط سفره ما دلار اینطوری میره بالا هر روز ما فقیرتر میشیم هر روز مشکلاتمون بیشتر میشه گوشت کیلو یه میلیون تومن دیگه من بازنشسته چجوری میتونم برم یک کیلو گوشت بخرم بزنم تو خونم با زیر 15 میلیون حقوق بازنشستگی بعد از سی سال با پنج سر چجوری میخوام زندگی کنیم این وسط در حالی که شاخصهای اقتصادی در حال بدتر شدنه و بازار بوی جنگ به مشامش رسیده دولت پزشکیان هم عملا کاری ازش ساخته نیست اگرچه خود پزشکیان و وزراش مثل همتی وزیر اقتصاد دارن میگن وضع خرابه و با زبان بیزبانی دارن میگن که سیاست خارجی کشور تا تغییر نکنه و تا تحریما برداشته نشه وضع همینه و نمیشه کاری کرد ولی خامنه و سپاه که تصمیم اصلی تو کشورن دارن به سیاست های ایران آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیشون ادامه میدن و لحظه به لحظه دارن کشور رو به یه جنگ کامل نزدیک میکنن اونم به خاطر گره زدن سرنوشت کشور و مردم ایران به سرنوشت حزب الله و حماس به سرنوشت غزه و لبنان در حالی که هیچ کدوم از 57 کشور اسلامی و 22 و کشور عرب این کار رو با مردم و کشور خودشون نکردن درسته که از اسرائیل و حملاتش به غزه و لبنان همشون انتقاد میکنن ولی هیچ کدوم از کشورهای اسلامی عربی راه نیفتادن کاسه داختر از آش بشن و کشورشون رو به خاطر حزب الله حماس وارد جنگ با اسرائیل بکنن این وسط خامنه و سپا اصلا هم توجهی به داد و فریاده پزشکیان و همتی و بقیه وزرا نمیکنن که آقا وضع اقتصاد خرابه و اونا هم دارن کار خودشونو میکنن دولتی به درست کردن با ناترازی در بانک ها ناترازی در صندوق ها ناترازی و بعدم حالا بیا حلش کن ما در حال جنگیم جنگی که این نامردا بر ما تحمیل دارن میکنن و روز به روزم دارن بدتر میخوام بکنن خب سوال از پزشکیان و وزراش اینه که خطاب این حرفای شما به کیه کی باعث قرار گرفتن ایران و مردم ایران در شرایط جنگی شده غیر از اینه که ای و سپاه سرنوشت کشور رو به حماس و گره زدن و شما وزیراتونم هم جرئت که به خامنه‌ای سپاه چیزی بگین مگه آقای پزشکیان شما با افتخار نمی گفتی که من سیاسته مقام معظم رهبری رو پیگیری میکنم خب سیاسته مقام معظم رهبری شما همینه دیگه آمریکا سیتیزی و اسرائیل سیتیزی و حمایت تام و تمام از گروه های نیابتی که آخر عاقبت این قبیل کارام جنگ دیگه گلتون چیه الان که شما نمیتونین تو موضع انتقاد قرار بگیرین و بگین وضع خرابه معلوم بود مردمی که حتی یه پناگام تو این شرایط جنگی براشون نساختید و مردمی که زندگیشون به امان خدا رها کردید قربانی این سیاست شما میشن مگه خود جواد ظریف معاون فعلی شما نبود که میگفت اگر جنگ بشه مسئولین هیچ چیشون نمیشه و اون مردم که آسیب میبینن خورداد 95 آقای کری به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو هواپیمایی جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم خارج کردیم تا امروز پرواز های هما به سوریه شش برابر شد من گفتم این میشه اصلا پرواز به سوریه رو ماهان انجام میده ایرانه رو انجام نمیده رفتم به آخوندی گفتم وزیر راه بود اون زمان گفت نه هم چیزی نیست آخوندی رفت به پرورش گفت. پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی هواپیمایی بود پرورش گفت درسته حاج قاسم فشار رو برده ما پروازامون رو به سوریه زیاد ببخشید مدیر عامل همام مگه اجازه داره من که, که عرض کردم وقتی که میدان تصمیم گیر باشه این میشه حالا به هر چی آقای پرورش گفته بود به من فشار رو بردن و من اجازه دادم که این پروازها اضافه بشه خب من هفته یه بار آج و رو میدیدم ما خیلی با هم رفیق بودیم بهش گفتم با آسم جان چرا این کار رو میکنی؟ خب به ماهان برو گفت خب ما امتره خب الان همونی که ظریف میگفت اتفاق افتاده موقعی که میدان همه کاره باشه تشیم میشه دیگه تهش جنگ میشه دیگه این وسط نه از ظریفم هم نه از عباس عراقشی هم وزیر خارجه فعلی کاری ازش برنمیاد عباس عراقشی در ادامه سفاره بی به کشور منطقه به بحرین و کویت رفته چرا سفر بی حاصل چون اگه هدف عراقچی اینه که که این کشورهای منطقه کمک کنن که جلوی حمله اسرائیل رو به جمهوری اسلامی بگیرن اونا اصلا چون این نفوذی رو اسرائیل و نتانیاهو ندارن که بخوان و بتونن جلو حمله رو بگیرن اگر عراقچی میخواد اونا رو از عواقب گسترش جنگ در منطقه بترسونه کشورهای منطقه بیشتر از جمهوری اسلامی میترسن تا از اسرائیل و اینجور تهدید کردن اونا اصلا کار رو برای جمهوری اسلامی از اینی که هست خرابتر هم میکنه و این کشورها رو به اسرائیل و آمریکا نزدیکتر میکنه به همین دلیل این سفرها عراقچی چیزی از توش برای کشور در نمیاد البته برای خود عراقچی نون داره چون میخواد تو دل سپاه و خامنه برای خودش یه جای باز کنه که مثلا طرفدار گروه های نیابتی مثلا تحرک دیپلماتیک از خودش نشون میده الان این عراقچی پا شده رفته بحرین که مثلا چی بگه به بحرینیا؟ به کشوری که نیروقس در سال 2011 به بعد توی بهار عربی تلاش میکرد حکومتش رو سرنگون کنه و نتونست و بحرینیان به کرات جاسوسا و عوامل جمهوری اسلامی رو تو کشورشون گرفتن و محاکمه کردن بهرینیا که یادشون نرفته که قاسم سلیمانی علیهشون بیانیه میداد و تهدید به سرنگونی حکومت بحرین میکرد بهرینیا که صحبت خامنه ای رو علی خودشون که یادشون نرفته مردم بهرین حق دارند معترضند اعتراضشون هم بجاست با هر انسان صاحب بینشی میخوایید این در میان بگذارید وضعشون رو بگید نوع حکومت کردن این مردم مظلوم رو بگید نوع کاری که در استفاده از این کشور کشور کوچک حکام اونجا کردن اینه برای هر کسی میخواید در دنیا تشریح کنید تا ببینید محکوم میکنند دستگاه حاکم رای محکوم نمی کنه. اشتباه می با مردم مواجه میشن فایده ای ندارد خب ممکنه شما یک فشاری بیارید وحشیگری بکنید یه چند زباهی آتشی رو خاموش کنید لکن خاموش نخواهد شد که روز به روز اقده های مردم رو بیشتر غیز اونها رو شدیدتر خواهید کرد یک وقت اونچنان زمام کار از دستتون در خواهد رفت که دیگه هیچ جوری نشود بخیه زد جالبه که آدم وقتی این حرفا رو میشنوه حرفای خامنه ای رو فکر میکنه این حرفا اصلا درباره رفتار حکومت بحرین با مردم این کشور نیست درباره رفتار خود خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی و یگان ویژه با مردم و معترض در ایرانه خب همین حرفا رو علیه بحرین زدن و همین کارا رو علیه بحرین کردن که اونا سه چهار سال پیش رفتن توافق عادی سازی با اسرائیل امضا کردن فقط هم بحرین نبود اماراتی هم همین کارو کردن توافق ابراهیم بین اسرائیل و کشور منطقه نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی بود برای حدود هفتاد سال مسئله اول خاورمیانه جنگ و درگیری بین عرب اسرائیل بود ولی جمهوری اسلامی با تهدید همزمان اسرائیل و تهدید کشور منطقه باعث شد اینا به هم نزدیک بشن علیه جمهوری اسلامی نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی نزدیکتر شدن کشورهای منطقه به اسرائیل بوده نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی نزدیکتر شدن کشورهای منطقه به آمریکا بوده نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی این شده که کشورهای منطقه با چین جلسه میذارن علیه تمامیت ارزی ایران با روسیه جلسه میذارن علیه تمامیت ارزی ایران با اتحادیه اروپا جلسه میذارن و تو بیانیه مشترکشون علیه جزایر سگانه ایرانی بیانیه میدن خب اگه در دستگاه دیپلماسی ایران و در سطح کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی اگه یه جو عقل بود باید از خودشون میپرسیدند که ما ی جمهوری اسلامی چیکار میکنیم که همه کشور منطقه دارن از ایران دور میشن از اون طرف چرا اتحادی اروپا چین و روسیه به این راحتی در مجامع بین‌المللی علیه تمامیت ارزی ایران موضع میگیرن اگرم الان هدف از سفر عراقچی به بحرین و کویت تهدید کردن این کشور است که مثلا با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری همکاری نکنن که خب تاریخ منطقه نشون داده از این تهدیدا کاری بر نمیاد اتفاقا کارم بدتر میکنه الان مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرینه چرا چون بحرین از جمهوری اسلامی احساس تهدید میکرده از خمینی و خامنه و سپاه از همشون اگرم جمهوری اسلامی بخواد درباره خطر گسترش جنگ به کشور منطقه هشدار بده خب بحرینی که الان با اسرائیل روابط عادی داره اگه جنگ گسترش پیدا بکنه از اسرائیل که نمیترسه میدونه اسرائیل بحرین رو نمیزنه اگه بحرین قرار باشه نگران باشه از جمهوری اسلامی سپا نگرانه که یه وقت نکنه که علیه کشور منطقه یه کاری بکنن و اگرم جمهوری اسلامی اینا رو تهدید کنه که وضع از اینی که هست بدتر هم میشه الان فرماندهای سپاه مدام این کشور منطقه رو تهدید میکنن که ما منطقه رو با آتیش میکشیم خب نتیجهش نتیجهش این میشه که این کشورها میرن سمت آمریکا و اسرائیل حرفشون هم درست در میاد که باید با بقیه برای مهار جنگ طلبی جمهوری اسلامی همکاری کرد این نمیشه که جمهوری اسلامی از یه طرف به کشور منطقه بگه همکاری کنین تا آمریکا از منطقه بره خودمون با هم امنیت منطقه رو کنیم و از اون طرف تا یه چیزی میشه همشون رو تهدید میکنه که ما به شما معامله میکنیم بنابراین این سفر عراقچی به بحرین و کویت مثل سفر قبلش به نه تا کشور منطقه به جایی نمیرسه و این کشورها نه میتونن جلو حمله اسرائیل رو به جمهوری اسلامی بگیرن نه اصلا دلشون میخواد این کارو بکنن همین دیروز اخبارش به رسانه‌های بین‌المللی درس کرده که خیلی از این کشور منطقه از اینی که اسرائیل حماس و حزب و نصر و سنوار و هنیه رو زده خوشحالن بعدشون هم نمیاد که آمریکا و اسرائیل شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنن البته خودشون هم کنار وایستادن و نمیخوان وارد جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی بشن بنابراین تهدیدهای عراقچی به جنگ منطقه‌ای تهدیدی نیست که کار بکنه و فقط باعث میشه آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه را علیه جمهوری سامی وارد یه ائتلاف نانوشته بکنه منطقه در یک وضعیت هشدار به سر میبره جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش افزایش تنش درگیری و جنگ نیست اگرچه برای هر وضعیتی آمادگی داره ما برای جنگ آماده هستیم برای صلح هم آماده هستیم ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم از جنگ نمی ترسیم ولی خواهان جنگ, خواهان جنگ نیستیم ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد اما در لبنان ارتش اسرائیل همزمان با ادامه بمباران شدید حزب الله که همین ساعات پیش هم شدید بیروت زدن داره تلاش میکنه از این وضعیت برای تغییر آرایش سیاسی در لبنان هم استفاده بکنه هاکستاین نماینده ویژه آمریکا رفته لبنان و با نویبری رئیس جنبش عمل و رئیس مجلس لبنان که اتفاقا متحد سیاسی حزب است دیدار کرد. داره شرایط اسرائیل برای آتش بس رو به لبنانیا میگه. مقامات لبنانی میگن ما در لبنان قدنامه 17 رو که 18 سال پیش به جنگ سال 2006 حزب اسرائیل پایان داد، حاضریم اینو مبنا قرار بدیم برای آتش بس. ولی آمریکا به لبنانیا گفته اون قدنامه دیگه نمیتونه مبنای آتش بس باشه چون الان شرایط تغییر کرده و اسرائیل امتیازات بیشتری میخواد. قدنامه 1701 برای پایان دادن به جنگ سال 2006 موفق بود اما باید صادقانه بگم که برای اجرای اون کاری صورت نگرفت. عدم اجرای این قدنامه به درگیری های امروز منجر شده و باید بگم امروز پایبندی به قدنامه 1701 کافی نیست. من امروز اینجام تا بتونم برای اینکه چگونه میشه در قطنامه 1701 تغییرات ایجاد کرد گفتگو کنم قطنامه سر جاشه و مبنای کار قرار خواهد گرفت اما در کنار اون باید اطمینان حاصل کرد که این کار به صورت صادقانه شفاف و دقیق صورت میگیره تا همه بدونن به چه سمتی پیش میرن اینکه اسرائیل امتیازات بیشتری میخواد به این برمیگرده که اسرائیل الان احساس میکنه دست بالا رو داره و میتونه شرایط رو بر حزب الله تحمیل کنه تا دو سه ماه پیش اسرائیل میگفت حزب الله دست از حملاتش به شمال اسرائیل برمی داره تا درگیری ها متوقف بشه اما حزب الله که احساس قدرت میکرد مبنای محاسباتش این بود که من میرم کمک حماس و حمله به شمال اسرائیل رو شروع میکنم که اسرائیل دست از سر حماس برداره جمهوری اسلامی هم به حزب الله فشار می آورد که من و شما و حماس تو جپه مثلا مقاومتیم و باید به حماس کمک کنیم بنابراین شما از جنوب لبنان به شمال اسرائیل راکت و موشک شلیک کن که اسرائیل کوتاه بیاد و دست از سر حماس برداره و آتش بس با حماس رو بپذیره اسرائیل هم هر چی به حزب الله میگفت حمله نکن حزب گوش نمیکرد اون موقع و قبل از حملات اخیر اسرائیل برداشت حزب و جمهوری اسلامی واقعا این بود که ما قدرت داریم و برای که به حماس در درگیری با اسرائیل کمک کنیم یه جبهه جدید در شمال اسرائیل باز میکنیم و اینقدر به شمال اسرائیل راکت میزنیم که اسرائیل دست سر حماس برداره ولی خب اوضاع اینجور که حزب و جمهوری فکر میکردن پیش نرفت همش توهم بود این بادکنک توهم قدرت حزب خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میشد ترکید اسرائیل جنگ و با حماس ادامه داد رهبره حماس و فرمانده رو کشت بعدم رفت سراغ الله و در شرایطی که کمتر کسی باور میکرد اکثر رهبره الله و تقریبا همه فرمانده های نظامیش رو تو چند هفته کشت اون توهمی که حزب الله با 150 هزار تا موشک اسرائیل رو شخ میزنه درست از آب در نیومد. از اینجا به بعد حزب الله یه دفعه دید اوضاع به ضررش برگشته هم خودش و هم جمهوری اسلامی در به در راه افتادن که آقا ما دنبال آتش بسیم ولی این دفعه حالا اسرائیل قبول نمیکرد با خودش می حالا که من فرصت پیدا کردم حزب الله رو بزنم بذار طوری بزنم که دیگه بلند نشه و به شدت تضیفشه شه الان هم که دولت لبنان دنبال آتش بسه اسرائیل شرایط جدید گذاشته گفته دیگه قدنامه 18 سال پیش سازمان ملل که میگفت حزب الله برگرده شمال رودخانه لیتانی من دیگه اینو کافی نمیدونم فقط موقع آتش رو میپذیرم که اجازه داشته باشم اگر حزب در جنوب رودخانه لیتانی و در نزدیک مرز اسرائیل هر تحرکی کرد هر اقدام نظامی کرد هر ساخت و ساز نظامی کرد من حق داشته باشم خودم برم و منعدمش کنم و هواپیماهای جنگی اسرائیل هم باید حق داشته باشن که روی لبنان پرواز کنن تا در مواقع لازم با حزب الله برخورد کنن خب معلومه که حزب الله و دولت لبنان احتمال کمی داره که با این دو شرط موافقت کنن اما اگر موافقت نکنن اسرائیل از نظر خودش ضرری نمیکنه برده میگه یه فرصت پیدا میکنم که به حملاتم به حزب ادامه بدم و توانایی باقی مانده حزب رو هم از بین ببرم در واقع اسرائیلیا بعد از انهدام توانایی نظامی حزب و کشتن رهبر و فرماندهاش الان دنبال یه هدف بزرگتر هم هستن و اون اینی که هر طوری شده طوری حزب رو با حملات مداوم و کشتن رهبراش ضعیف کنن که موقعیت حزب الله رو در معادلات سیاسی لبنان تضعیف کنن اصلا معادلات داخلی لبنان رو تا اونجایی که میتونن از طریق تضعیف حزب عوض کنند. الان حزب الله گروکشی سیاسی کرده دو ساله که جلو تعیین رئیس جمهور جدید لبنان رو گرفته و لبنان الان دو سال بعد از پایان دوره ریاست جمهوری میشل اون رئیس جمهور نداره الان آمریکا شرایط داره استفاده میکنه میخواد از این موقعیت سیاسی که حملات نظامی اسرائیل ایجاد کرده استفاده کنه و یه رئیس جمهور که به حزب الله نزدیک نباشه سر کار بیاره نامزد مورد نظر آمریکایی ژنرال جوزف اونه که فرمانده ارتش لبنان. و در لبنان هم آدم محبوبیه خیلی هم فکر میکنن اگر رئیس جمهور بشه میتونه دوباره کشور رو احیا کنه و لبنان رو از زیر سایه حزب الله و جمهوری سایم بکشه بیرون حزب که تا الان دو تا جنگ با اسرائیل و خرابی ها و مصیبتاشو رو سر مردم لبنان آوار کرده یکی جنگ 2006 که با اسیر گرفتن دو تا سرباز اسرائیلی از طرف حزب الله شروع شد یکی هم همین جنگ 2024 که با حملات راکتی حزب الله به اسرائیل شروع شد در واقع هر دو جنگ رو که باعث این همه خرابی و آوارگی در لبنان شده حزب شروع کرد نه اسرائیل اما یه خبر دیگه هم تو خبرها مهم دیدم و اون اینی که در کوبا الان چند روزه که خراب شدن نیروگاه اصلی این کشور و قطع سراسری برق باعث شده سراسر کوبا در خاموشی فرو بره بعضی از کارشناس اقتصاد ایران دیدم در شبکه های اجتماعی هشدار دادن که این وضعیت فعلی کوبا همون بلاییه که چند سال دیگه میتونه سر مردم ایران بیاد و یواش یواش کار از قطع برق در شهرستانها و قطع برق صنایع و خاموشی های نوبتی در تهران و بقیه شهرها بگذره و با فروپاشی شبکه برق کشور برسه به نظرم ما در ایران خیلی هم از این وضع فعلی کوبا دور نیستیم الان سال به سال داره دامنه خاموشی ها بیشتر میشه و کمبود برق در تابستون به کمبود برق در پاییز هم کشیده شده و با همت جمهوری اسلامی به کمبود گاز در زمستون هم وضع شده مردم مدام بین این کمبود آب و برق و گاز گرفتارند خارج از این بحث فنی و هشدار کارشناسای اقتصادی هم درباره شبیه بودن وضعیت اقتصاد ایران به اقتصاد کوبا یه نکته جالبی که در مورد قضیه قطعی برق و خاموشی ها در کوبا دیدم اینه که نحوه واکنش مقاماتشون کاملا کپی واکنش مقامات جمهوری اسلامیه یعنی اصلا قبول ندارن که مشکل است میگن اونایی هم که معترضان آدم حسابی نیستن مشکل دارن و مشکلی نیست و اگر کسی هم اعتراض بکنه باهاش برخورد انقلابی میکنیم واقعا که همه دیکتاتورای یه جورایی رفتارشون در برابر مردم و معترض مثل همه چه علی خامنه باشه چه رهبره کوبا باشن شلوغی ها به حل مشکلات کمک نمیکنه و با عزم مردم ما برای وحدت در تزاده به خصوص اون چه که شب گذشته اتفاق افتاد شماره کمی از مردم که بیشترشون هم مست و رفتارهای زشتی داشتن سعی می کردن بی نظمی ایجاد کنند و قانون شکنی کنند و آرامش مردم ما رو به هم بزنند. اما ما میخوایم تکرار کنیم که انقلاب هرگز این نوع رفتارها رو تحمل نمیکنه. با این دست از آدما با قوانین انقلابی برخورد میشه. در این شرایطی که الان مردم قرار گرفتن و واقعا این کمبود گاز هست، کمبود برق هست، کمبود آب و برق هست. این شرایط در تمام کشور شرایطی ایجاد کرده که خیلی از مردم اصولا اطمینانی به آینده وضعیت اقتصادیشون ندارن از اون طرف در تمام این مسائلی که مردم مشکلات اقتصادی دارن مشکل احتمال ورود به یک جنگ هم هست یعنی ورود به جنگ آخرین مسئله ای که مردم ایران میتونن فکرش رو بکنن که مثلا این مشکل هم براشون باید پیش بیاد یعنی یه حکومتی که به لحاظ اقتصادی کاملا ناکار آمده یه حکومتی که به لحاظ اجتماعی داره به مردم زور میگه تحمیل سبک زندگی میکنه تحمیل اجاب اجباری میکنه به لحاظ اینترنت به مردم فشار میاره از اون ورم مردم رو در یک شرایطی قرار داده که هر لحظه ممکنه وارد جنگ بشن یعنی جمهوری اسلامی یه جایی رو نگذاشته که مردم دلشون به با اون خوش باشه که یه جایی مثلا درسته توی این کشور و از اون طرف موقعی که مسائل رو نگاه میکنی اصلا حکومت به صدای مردم هم توجه نمیکنه هر مردم داد و فریاد میکنن حکومت اصلا هیچ اعتنایی به مردم نمیکنه خیلی ممنون و متشکر از توجهتون شب و روز شما خوش